شما رو دستور به استقامت داده در عبادت و در محل عبادت و زمان عبادت اون چیه؟ پیروی از پیغمبرانی است که نه امام ها قاصد آسمانی ما جز پیغمبر نداریم که اون هم با معجزات خدایی معید بودند اونها از خداوند به ما خبر دادند و شرایع را قوانین را امر و نهی را از پیش خدا آوردند و و در عبادت ما باید تابع اونها باشیم نه که هر کسی بیاد چی بتراشه تازه تابع اونها باشیم اونها را عبادت نکنیم اخلاصمون در عبادت برای خداوند باشه و ای بیننده من. این نقطه گرانبهارو رو همیشه در ذهنت باشه آویزه گوشت کنی که خداوند متعال هیچ عملی رو از انسان نمیپذیره مگر اینکه دو رکن مهم درش باشه یک اون عمل درست باشه یعنی موافق شرع پیامبر باشه موافق شرع محمد مصطفی باشه آخرین پیامبر بر همه بشر موافق شرع بنی اسرائیل باشه قبول نیست موافقه شر عیسی باشه موافقه شر موسی باشه قبول نیست بلکه اینا موقتی بودن اونا خود اگه زنده می بودن تابع محمد مصطفی می شون. چون پیام یکیه و و از ایسا علیه وقتی باز میگرده به شر محمد باز میگرده، نه به شر خودش